تو این ویدیو میخوام قسمت 15 هم سریال خاتون رو بررسی کنم یه قسمت پر اتفاق یه سری پیش بینی در مورد قسمت های آینده دارم و اینکه ازتون خواسته بودم نظرتون در مورد این قسمت بنویسید آخر ویدیو چند تا از اون دارم قراره نشون بدم پس تا آخر امروز من باشید سلام محمد علی شیرزاد خیلی خوش اومدید به کانال شیرزاد فیلم تو این کانال فیلم و سریال معرفی میکنم و فیلم و سریالی که منتشر میشن و بررسی میکنم پس اگه به این دست از موضوع علاقه داری و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی دکمه سابسکرایب رو بزن و اگه زنگوله بغلش هم بزنی هر موقع که ویدیو جدید آپلود کردم با خبر میشی و میای ویدیو رو میبینی تک تک قسمت های قبلی سریال خاتون رو بررسی کردم لینک پلیلیستشو رو میذارم این بالا اگه دوست هستی. اگه دوست هستی. اگه دوست داشتی برو ببین و شخصیت شیرزاد ملک رو توی ویدیو جدا تحلیل کردم لینک اونم میذارم اگه دوست داشتی حتما برو ببین ببین جوری که من دارم میگیرم انگار مثلا هدف فیلمنامه اینه که شیرزاد آروم آروم بشه آدم بده خب بعد این وسط عشق بین فخار و خاتون پذیرفته بشه توسط مخاطب ولی خیلی چیزا لنگ میزنه تو این قضیه خاتون یه روز میگه دوستت داشتم که باهات زندگی میکردم یه روز میگه به خاطر باباش ازدواج کرده باهاش اگه واقعا هنوز عشق و تجربه نکرده پیش شیرزاد و رابطهش با شیرزاد کاملا مجبوری بوده این دل و قلوه گرفتنش با فخار میتونه منطقی باشه چه قشن شدی؟ حالا چه بد، چه خوب، چه ما از فخار خوشمون بیاد، چه از فخار خوشمون نیاد خاتون خوشش اومده و فخار کسیه که خودش انتخاب کرده دیگه خب شیرزادو که میگه خودش انتخاب نکرده مجبوری بوده فخار کسی که خودش انتخاب کرده و مثل این که ازش خوشش میاد ولی وقتی می گذشته رو نگاه میکنی خاتون میگه که عاشق شیرزاد بوده بعد اینا جدایشون منطقی بود انصافا نه مردن بچهشون منطقی بود اصلا اصلا نفهمیدیم چرا خاتون انقدر زیاد متنفر شده از شیرزاد میدونی فیلمنامه خوب عمل نمیکنه برای رسوندن هدفش به نظرم و قسمت قبلی گفتم که رابطه شیرزاد و خاتون تمام شده است و چه بهتر که شیرزاد متوجه این قضیه بشه که شد تو این قسمت امیدوارم هر چه سریعتر دست اون خانم رو بذاری توی دست من. تو قسمت های قبلی که کمیسر حضور کوتاهی داشت گفتیم که انگار نه انگار اصلا همون کمیسر خفنه ولی این قسمت باز انگار برگشت همون کمیسر جذاب و احتمال خیلی خیلی زیاد شک کرد به همه چیز شک کرد به شیرزاد شک کرد به جهانگیر شک کرد و فکر نمی کنم ویل کنه این قضیه رو میره پیش خوش باشی روزبه چند جا سعی کرد چیزای مختلفی رو از آدمای مختلف پنهون کنه و خیلی واقعی داشت این کار انجام میداد کی همین الان اینجا بود؟ یکی از اگه دقت کرده باشید آدما وقتی میخوان یه چیزی رو قایم کنن دقیقا این شکلی میشن خب بالاخره تو این قسمت صحبت شد از وضعیت مردم ایران تو دوران جنگ چه خبر توی مملکت شیرزاد؟ زاد خودم رو کشتم توی دونه رو بردم قسمت قبلی که اصلا فقط داشتیم لحظتانی رو میدیدیم حالا چیزی هم ندیدیم ولی صحبت شد باز غیر منطقی ترین سکانس این قسمت و کل سریال خاتون میدونی کجا بود ریاکشن پدر خاتون به جدایی شیرزاد و خاتون اگه خاطر من برات مهم بود این مرتگه نباید اینجا می تا دو دقیقه پیش شیرزاد جان و پسرم بود بعد تو چند ثانیه بدون هیچ توضیحی شد اون مرتیکه و با احترام باید بگم که نظر شخصیمه بازی آقای امکانیان تو اون سکانس و بقیه سکانس های این قسمت خیلی دروش بود اصلا همخونی نداشت با فضای سکانس و بازی بقیه و یه چیز دیگه ای که میخوام بگم حالا شاید بگید خیلی داری سخت نگاه میکنی ولی خب آقا عکس فخار همه جا پخش شده خب یعنی هم همه میبیننش و اون عکس اون نقاشی که از فخار پخ شده چی زیاد داره تو چش میزنه موی بلند و ریشه بلند خب پس چه ریششون نمیزنه یه ده دقیقه یه جا رو گیر بیار برو اونا رو بزن راحت برو بگرد دیگه تو شهر چون یه تصور کنید اگه ریشش رو بزن اصلا هیچکی که واقعا منطقی بخوای نگاه کنی هر کسی که عکسش پخ شده و دنبالشن اولین چیزی که به ذهنش میرسه تغییر چهره است و برای رضا فخارم راحت ترین کار اینه که ریششو بزنه خیلی عوض میشه خب چرا این کار نکرد یعنی به ذهنش نرسید اینکه اینقدر باهوش و این کار است مثلا بزن چی شده چی شده قربان بدبخ شدی یه سکانس خیلی خوب داشت این قسمت با بازی خیلی خوب اولش که شیرزاد میاد تو هتل هیچ خبری نداشت که از قضیه خاتون خیلی جدی و اصلا انگار اومده بر کارش دیگه میاد مثل همیشه میپیچونه بحث و یه کاری میکنه که طرف مقابل خودش لو بده اومد با موسیو صحبت کرد موسیو قضیه رو گفت اون مسیری که طی شد برای شیرزاد که شیرزاد برای کارش رفته بود اونجا و بعد صحبت های موسیو کارش گره خورد به زندگی شخصیش و فهمید که خاتون این همه مدت داشته بازیش میداده اون مسیر خیلی خوب طی شد و خیلی درست داش نشون میداد این اشکان خطیبی ببین اشکان خطیبی تو این سریال جای صحبت نداره اصلا یعنی فکر نمی‌کنم کسی دیگه این میتونست انقدر خوب زندگی کنه این نقشو من همیشه دو جور نگاه میکنم به این قضیه وقتی میگم مثلا طرف بازی میکنه یعنی طرف این نقش مثلا خوب بازی کرد بد بازی کرد آخرش یعنی منظورم اینه که آقا معلومه که داره بازی میکنه هر هم خوب باشه میزنه بیرون که داره بازی میکنه ولی وقتی میگم داره زندگی میکنه یعنی انگار زندگی واقعیه من هر کاری برای محافظت از دخترتون کردم ولی اون جواب منو با فرار و دروغ از اینجا به بعد دیگه هر کاری بکنه شیرزاد برای دستگیری خاتون منطقیه به قول خودش این همه رفت اومد تلاش کرد برای برگردوندن خاتون و اون رابطه و آخرش نتیجه چی شد با چی مواجه شد عشق خاتون به فخار پدر خاتون به شیرزاد گفت تیر خطا این رو به این فکر میندازه که حتی ممکنه جلوتر خاتون شلیک کم بکنه به شیرزاد. یه سکانس خیلی خوبه دیگه هم که داشتی این قسمت سکانس کافه پولونیا با بازی مهران مدیری و کامیار حقی بود. و چیه اون پیشنهاد؟ یان. یا. شرایطی که یان داشت خیلی تلخه به نظرم. انتظار داشتم یه حرکتی بزنه، یه چیزی رو بزنه بشکونه، مدیری رو بزنه. ولی اصلا تو سکوت خیلی منطقی رفت. با من ازدواج گنیان. کشید کنار برای خوشبختی کسی که دوستش داره خیلی سکانس عجیبی بود به نظر و آخرش که یان رو از اون قاب چند نفره آورد توی قاب تک نفره خیلی خوب اون و تنها شدنش رو به تصویر کشید بینی که برای قسمت های بعدی دارم اینه که شیرزاد خیلی تر دیگه میشه برای گرفتن فخار و حتی خاتون و خاتون به نظرم بچهشون نمیندازه با فخار در موردش صحبت میکنه و فخارم که بسیار آدم خوبیه با آغوش باز استقبال میکنه از این بچه تو آنونس نیم فصل دوم یه جایی بود که عکس میگرفتن حدس میزنم برای عقد فخار و خاتونه حالا زود از الان بخوام آخرای سریالو پیش بینی کنم ولی فکر میکنم خاتون آخرش تنها میمونه و تنها بچهشو بزرگ میکنه و فخارم احتمالا می می اگه یادتون باشه اگه دیده باشید تو بررسی قسمت اول این سریال گفتم که سریال خوبیه به شرطی که سمت کلیشه نره هر چه بیشتر میریم جلوتر هر بیشتر میریم جلوتر میره سمت کلیشه متاسفانه حالا قسمت های بعدی بیشتر میخوام در مورد این صحبت کنم بریم چند تا از نظرات شما رو در مورد قسمت 15 بخونیم الان که بهش فکر میکنم به نظرم خاتون اصلا لیاقت شیرزادو نداره لیاقت خاتون همون فخاره چرا کشتن آدم باید افتخار آمیز باشه دیالوگای های شعاری و دلیل تلاشی های موسک واسه خراب کردن شیرزاد یه غریبه حق داره بدون این حامل است ولی بابای بچه نه تلاش برای منفی کردن شیرزاد خیلی اشتباهه به نظر نویسنده خودش یادش افتشی نوشته یه سه چیزا واقعا با فصل یک جور در نمیاد این باگ خیلی بزرگیه خاتون زود خسته میشه از فخار و میره با یکی دیگه و اینکه چرا واقعا شیرزاد هیچ توضیحی نمیده بابای خاتون آدم مهربونیه ریتم سریال چبی نیم فصل قبل تند و پر اتفاق شد و بازی اشکان امکانیان قفولن عالی ولی رفتار و بازی رضا حس دهی 20 رو نداره خب شما نظرتون رو زیر همین ویدیو برام کامنت کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید مرسی که تا اینجا همراه من بودید منتظر ویدیوهای بعدی باشید